We've got a wonderful interview now with Tahmineh Sadeghi, who is a human rights campaigner, and she talks about how children with special needs should be treated, particularly in countries like Iran. Stay with us. تحمینه به برنامه من خوش اومدین. شما با بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن کار میکنین، یه توضیح بدین که این نیازهای ویژه چیه و به خصوص در رابطه با جامعه ایرانیان. بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن یا در ایران بهشون گفته میشه با معلولیت جسمی و ذهنی، نیازهای بسیار زیادی دارن. حق تحصیل، حقش مثلا یاد گرفتن یک مهارت، حق زندگی کردن، حق درآمد، حق اینکه به اصطلاح بتونن تو جامعه به راحتی رفت آمد بکنن، چون به طور مثال شهری مثل تهران یا خیلی از شهرهای ما ساختمون‌ها و مراکزی که ساخته شده، به تنها چیزی که به نظر من توجه نشده وجود این بخشی از جامعه است. این بخشی از جامعه کاملا نادیده گرفته شده، کاملا غایب تو ذهن عمومی به اصطلاح افکار عمومی اون جامعه، و کمک های بسیار حداقلی دولت برای این بخش به اصطلاح ایجاد کرده. شنیدم که در این 20 سال اخیر وضعیت یکم بهتر شده، ولی متاسفانه بسیاری از این مراکزی که از بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن مراکز خصوصی هستن و مراکز دولتی وضعیت خیلی اسفناکی رو دارن. من فکر میکنم که اولین چیزی که باید جامعه به اون توجه بکنه اون احترام و حرمتیه که باید این بخشی از جامعه به اصطلاح داشته باشن. چیزی که من اخیراً برخورد میکنم به خصوص کسانی که از ایران میان، یک نگاه خیلی غریبانه و نگاه تمسخرآمیزی رو به بچه هایی که مشکلات جسمی و ذهنی دارن مثلا یه همچین نگاهی رو دارن و برخورد خیلی زشت و بی احترامانه ای رو میتونم بگم با این بخش از جامعه انجام میدن. و من شنیدم که و دیدم که به اصطلاح این دست از افراد جامعه مورد تمسخر قرار میگیرن، مورد جوک بقیه هستن، کتکشون میزنن، آزارشون میدن، اذیتشون میکنن، آزارهای جسمی، آزارهای روحی، و واقعا جای تأسف داره. به نظر من اولین جنبشی که باید در ایران راه بیفته به خصوص از طرف خانواده ها، کسانی که از این بچه ها نگهداری میکنن، اینه که به جامعه به اصطلاح این خطابیه رو بده که این انسان ها مثل شما انسانن. اگر نمیتونن خودشون رو به اصطلاح ابراز بکنن، اگر نمیتونن صحبت بکنن، ولی مثل شماها احساس دارن، فکر دارن، نیاز دارن، احترام لازم دارن، احترام رو اینا درک میکنن حتی اگر نمیتونن صحبت بکنن. دیگنیتی، احترام و حرمت این انسانها باید به رسمیت شناخته بشه، و به نظر من این یک جنبشیه که باید تو ایران راه بیفته و این انسانها رو کمتر از بقیه حساب نکنن. این جنبش رو باید روش خیلی تاکید کرد، و از همینجا ما میتونیم شروع بکنیم که اعتراض بکنیم به دولت، به اصطلاح مشکلاتمون رو بیان بکنیم و بگیم که اون جامعه و به خصوص دولت باید بودجه خاصی رو بذاره برای این بخشی که نیازهاشون دو برابره و یا خیلی بیشتر از نیاز یک فرد عادی جامعه است. اون همونجور که گفتم، نکته‌ای که من خیلی دوست دارم بهش تاکید بکنم و می‌بینم قلب من رو آزار میده، اون نگاه تحقیرآمیزیه که جامعه به افراد که به اصطلاح معلولیت جسمی یا ذهنی دارن. و متاسفانه به خاطر این وضعیتی که این دوستان دارن، این بخش از جامعه داره، خیلی‌هاشون زندگی‌هاشون با فقر و گرسنگی و حتی مثلا داشتن یک صندلی چرخدار، داشتن یک حمومی که بتونن اونا ازش استفاده بکنن و خودشون رو به اصطلاح تمیز بکنن، مدرسه‌ای که بتونن برن، از خیلی خیلی از امکانات اجتماعی محروم هستن و نمیتونن زندگی نرمالی رو تو جامعه داشته باشن. به نظر من این
میشه بخشی از کار کسانی که مدافع حقوق بشرن، که بخش مهمی از کار کسانی که مدافع حقوق کودکانن و باید به این بخش جامعه اهمیت داد. به خصوص من فکر میکنم در قرنی که ما زندگی میکنیم، به خاطر جنگ هایی که بوده، به خاطر اون تکنولوژی که هست، ما تعداد نمیتونم به عنوان فکت بگم، ولی تعداد این بخشی از جامعه هی داره بیشتر و بیشتر میشه و جامعه احتیاج داره به نیاز این بخش از جامعه توجه بکنه. یه صحبتی که داشتین این بود که خانوادهایی که بچه‌هایی با نیازهای به خصوص دارن خیلی اوقات احساس میکنین خجالت میکشن از این بچه‌هاشون، اینو توضیح بدین. من فکر میکنم این نشون میده که دقیقا درسته، خجالت میکشن، خیلی ها حتی پنهان میکنن، بچه رو تو خونه حبس میکنن، برای اینکه برخوردی که جامعه با این با کسانی که بچه های نامعلول دارن برخورد بسیار، من میتونم بگم بخشن ضد انسانی و غیر منصفانه است. این حق حقوق این افراد به رسمیت شناخته نمیشه، حق حقوق حتی خانواده هاشون هم به رسمیت شناخته نمیشه. به خاطر همین به نظر من اولین قدمی که این خانواده ها باید بردارن اینه که خیلی به خودشون افتخار بکنن که دارن با تمام مشکلات و سختی هایی که دارن از این انسان ها نگهداری میکنن. و مشکلی که وجود داره به نظر من یه بخشش ناگاهی جامعه است. همیشه وقتی برخوردها غلط و اشتباه است، بیانگر این نکته است که اون جامعه خبر نداره که چه مسائلی رو اون افراد دارن با اون مشکلات به سر باش دست و پنجه میکنن. آگاه کردن جامعه قدم بزرگ و اولیه که باید این خانواده ها به نظر من بردارن. باید سعی کنن گروه های سپورت، گروه های حمایت ایجاد بکنن، چه برای خودشون، چه برای خانواده ها و چه برای بچه های معلولشون، بتونن برنامه های متفاوتی رو بذارن و حتی بتونن به دولت به طور گروهی به اصطلاح فشار بیارن که دولت امکانات بیشتری رو در اختیارشون بذاره و نیازهای اونها رو هم توجه کنه، ببینه و بهش پاسخ بده و بودجه بذاره براش. و متاسفانه دولت، من فکر میکنم بودجه، حداقل ترین بودجه ای که به اصطلاح گذاشته میشه برای این بخش از جامعه است. و وای به حال اون خانواده ای که از لحاظ مالی مشکل اقتصادی داره و نمیتونه از امکاناتی که حالا حداقل امکاناتی که وجود داره استفاده بکنه و این نه فقط اون فرد رو بلکه کل اون خانواده رو توی شرایط به اصطلاح عقب‌تری قرار میده و اجازه رشد رو بهشون نمیده، اجازه کار کردن رو حتی از خانواده میگیره. نه تنها این افراد خودشون این امکانات رو پیدا نمیکنن که به طور مستقل بتونن زندگی بکنن و رشد بکنن، همونطور که تو خیلی از جوامع غربی این امکانات وجود داره. به طور مثال تو کانادا الان حدود 25 سال تا 30 سالی که دولت مجبور شده بودجه بذاره برای افراد به اصطلاح با کمک های ویژه، خونه براشون اجاره بکنه، حقوق بهشون بده، مثلا برنامه های متفاوت آموزشی بذاره و به این افراد کمک بکنه که اون پتانسیل هایی رو که دارن بتونن از حد اکثرش استفاده بکنن و اون پتانسیل ها رو رشد بدن، نه اینکه نادیده گرفته بشن و اصلا مورد توجه قرار نگیرن. به نظر من مردم تو ایران احتیاج به یه همچی جنبشی دارن و باید بتونن این رو با ایجاد سمپاتی تو جامعه به وجود بیارن و قدرتشون رو اینجوری گسترش بدن و افکار عمومی رو روشن بکنن، آگاه بکنن به مشکلات و معضلاتی که در جامعه دارن. به عنوان آخرین سوال، کارهای اصلی که باید یه خانواده انجام بده برای اینکه بتونه بیشترین حمایت رو از بچه‌ای که معلوله رو انجام بده چیه از نظر شما؟ به نظر من دوستم از بخش قسمت فرعی شروع بکنم، برخورد خانواده با اون فرد معلوله. متاسفانه همونجور که گفتم بسیاری از خانواده ها اون آگاهی و یا اون آموزش کامل رو ندارن که چجوری با بچه معلولشون برخورد بکنن و خودشون هم دچار خیلی از مشکلات روحی، افسردگی ها، کلافه شدن ها میشن و اون فشار خودشون رو انتقال میدن به اون بچه یا اون فرد نامعلول.
به نظر من به ایجاد یه شرایطی که خودشون بتونن به رسمیت بشناسن که چنین مشکلی دارن و حالا با بودن چنین مشکلاتی چجوری اون انگرشون، اون خشم و فشاری که روشون هست رو به شکل مثبتی بتونن تبدیل به نیروی مثبت بکنن. پیدا کردن آرامش، به رسمیت شناختن حق و حقوق خودشون و کنار گذاشتن اون شرم و توهینی که جامعه بهشون میکنه به نظر من اولین قدمه. تا جایی که میتونن شرایط رو برای خودشون بهتر آرومتر بکنن، بعد از اون کم کم برن به محیط اطرافشون به نظر من دست بزنن، از همسایه گرفته تا فامیل گرفته، با اونا صحبت بکنن، با اونا مشکلاتشون رو در میون بذارن. و بعد از اونم تو ایران خیلی سازمان‌های NGO هستش که میتونن با اونا تماس بگیرن و از اونا کمک بخوان و از نام نوشتن، از پتیشن جمع کردن، از اعتراض کردن، جمع شدن جلوی وزارت بهداشتی و خیلی از جاهای دولتی که میشه رفت و صدامون رو به گوش مردم و دولت برسونیم استفاده بکنن و تبدیل بشه به یه جنبش اعتراضی. به نظر من این باید تبدیل بشه به یه جنبش اعتراضی، وگرنه نمیتونن راه به جایی ببرن. و میگم من فکر میکنم بزرگترین گیرش اون فرهنگ غلط و عقب موندهیه که تو جامعه ایران هستش که به این افراد به عنوان پدیده های شرم‌آور و توهین‌آمیز نگاه میکنه. این باید بره کنار. این به نظر من اولین قدمه. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. We hope you enjoyed that interview with Tahmineh Sadeghi. I think she raises an important point on how children with special needs are perceived to be shameful in places like Iran and how much work needs to be done in a country like Iran on behalf of these sorts of children. Absolutely. You know, in every society, how humans are perceived, no matter what they are, to respect, you know, the dignity of a human being. And in societies where the humans are not at the center, and religion or other ideas or nationalism are the center, they forget the human being, and that's what we have. Especially in Iran under the Islamic regime, the rights of children with special needs and adults with learning disability, autism, you know, or mental health, they are actually ignored completely and not recognized, and we need to fight for that. There are big campaigns in Iran that already started. Definitely. We hope you enjoyed this week's program. We look forward to seeing you again at the same time and same place next week. Until then, goodbye from both of us. Goodbye.